یه زمانی جایگاه توم ریدر مشخص بود، همه اونو ایندیانا جونز بازی‌های ویدیویی می‌دونستن و اوج هیجان یه ماجراجویی رو میشد با لارا کرافت تجربه کرد. چطور میشه این جایگاه از دست داد؟ چطوری میشه یه بازی رو اونقدر ضعیف و ناقص ساخت که دلت برای لارا کرافتی که همیشه اونو جز کاراکترهای محبوبت میدونستی بسوزه؟ جواب سوال اینجاست: Shadow of the Tomb Raider، بدترین نسخه ساخته شده از محبوب ترین مجموعه بازی تاریخ به دست استودیو آیداس مونترال. مگه ما از یه بازی ماجراجویی چی میخواستیم؟ یه داستان جذاب، یه گیمپلی درگیر کننده و یه محیطی که چپ و راست حس ماجراجوییمونو قلقلک بده. اما Shadow of the Tomb Raider نه فقط تلاشی تو این زمینه ها نکرده، حتی همون چیزای تکراری نسخه قبلو به خورد بازیکن میده و انگار نه انگار که اصلا با یه بازی جدید طرف. تبدیل شدن لارا از یه دختر خام به یه ماجراجوی مغرور شاید تنها فرقی باشه که بتونین نسبت به نسخه قبل پیدا کنین، اما داستان و روایت اون همون سناریوی تکراری پیدا کردن یه قدرت فراطبیعی توی شهر فراموش شده است. داستان بازی از جایی شروع میشه که لارا واسه پیدا کردن یه خنجر پا به آمریکای جنوبی میذاره، تا اینکه سر نخاش اونو به جنگل‌های پرو، شهر اسرارآمیز پایتیتی و تمدن مایاها میکشونه. بازی سعی کرده با قرار دادن جونا دوست همیشگی لارا به عنوان یکی از وزنه‌های بازی و ایجاد روابطی احساسی تر بین کاراکترهای فرعی تغییری تو این زمینه نسبت به گذشته ایجاد کنه، اما بیروح بودن تک تک شخصیت‌های فرعی مانع از انجام این کار شدن. بعدی روند بازی اینه که بازم لارا کرافت با یه هواپیما سقوط میکنه و سر از یه جنگل مرموز در میاره. بازم سر راهش با یه حیوان وحشی دست و پنجه نرم میکنه و از همه بدتر حتی ذره تغییر تو آنتاگونیست و دشمناش پیدا نمیکنه. اینکه سازنده دقیقاً همون اتفاقا رو تو نسخه سوم تحویل ما داده باور کردنی نیست. این وسط شاید یه سری اتفاقای تازه مثل وقوع سیل تو ماجرای بازی رخ بده که از نظر من چندان جذاب کار نشدن. این تکرار و عدم خلاقیت تو گیمپلی بازی هم بیداد میکنه. آیداس مونترال همون فرمول گیمپلی نسخه 2013 و رایز آف توم ریدر رو تو این بازی چپونده و المان‌های جدیدش اونقدر ناچیزن که حتی قابل اشاره هم نیستن. پلتفرمر بازی هنوزم با همون چنگک‌های صخره‌نوردی و قلاب لارا دنبال میشه. تا اینجا مشکلی نیست، اما آیداس مونترال نه فقط چیز جدیدی به این مکانیزم اضافه نکرده، بلکه پلتفرمر بازی تو تک تک لحظه‌هاش این نسخه شل و رفته از قسمت قبلا. البته شنا کردن زیر آب یکی از برجسته‌ترین تغییرات بازیه. وجود مارمه‌های پیرانه‌های گوشخال یا حتی کمبود نفس لارا تو محیط‌های تاریک زیر آب با اینکه هیجان خاصی به بازی اضافه نکردن، اما وجودشون به عنوان یه عنصر تازه تو بازی غنیمته. این حرف به این معنیه که Shadow of the Tomb Raider حتی تو بخش مخفی‌کاری و اکشن هم هیچ چیز جدیدی واسه رو کردن نداره. دشمنای بازی با هوش مصنوعی شدیداً ضعیفشون مثل یه مهره تو نقشه بازی چیده شدن و منتظرن شما برین و اونا رو سر به نیست کنین. مخفی‌کاری بازی نه استراتژی خاصی نیاز داره، نه لازمه رو حرکتای بعدیتون فکر کنین. فقط کافیه از این بوته به اون بوته حرکت کنین تا به دشمن برسین. باور کنین یا نه، حتی انیمیشنای کشتن دشمنا تو حالت مخفی‌کاری هم فرقی با نسخه‌های قبلی نداشتن، به جز اینکه این دفعه میشه بعضی از دشمنا رو از بالای درخت دار زد و لارا رو واسه کمتر دیده شدن توسط دشمن با گل پوشون. اینا اوج خلاقیت سازنده است. اما مسئله اینه که چاره ای جز مخفی کاری هم برای پیش بردن بازی نداشتن، چرا که از اون طرف گامپلی بازی به قدری منسوخ و نامتعادله که ترجیح میدادم تفنگا رو کنار بذارم و با همون چاقو و تیکمون دشمن رو سر به نیست کنم. متاسفانه بخش آپگرید لارا کرافت هم هیچ کمک شایانی به ایجاد یک سری شرایط تازه در گیم پلی نمی‌کنه. همیشه وجود یه سیستم آپگرید به این معنیه که شاید تغییر تو روند گیم پلی باشه، اما ضعف تک تک بخش‌های گیم پلی بازی تاثیر آپگریدها رو کمرنگ کردن. آپگرید لارا کرافت به سه بخش مختلف تقسیم شده که مربوط به قابلیت‌های مبارزه و گشت و گذارش تو محیط میشن. اما مسئله مهم اینه ما با لارا کرافت خیلی از این قابلیت‌ها رو تو نسخه‌های قبل یاد گرفتیم، چطور ممکنه باز هم برای بازی نیاز به یاد گرفتنشون باشه؟ بین کوهی از مشکلات بازی بهترین اتفاق Shadow of the Tomb Raider وفاداری بیچون و چرای اون به کاوش تو مقبره‌های مخوف و پررمزورازه. طراحی بسیار خوب مقبره‌ها به لطف وجود سبک و معماری اسرارآمیز مایاها این قسمت رو به بهترین بخش بازی تبدیل کردن. حتی پازل‌هایی که تو دل این مقبره‌ها خوابیدن و حل کردنشون از جمله معدود نکات خوب بازی به شما میرن که هر کدوم میتونن چندین و چند دقیقه شما رو درگیر خودشون کنن.
نه فقط مقبره ها، بلکه بازی تو خلق دنیای جذاب و گیرا هم عالی عمل کرد. جنگل های بارونی و حیوان هایی که توش پرسه میزنن، یا معابد و خرابه های رها شده ای که هنوز بوی مرگ میدن، یا وقتی وارد یه سری محیط های بسته میشین که گالون گالون خون توشون جاری و در و دیوارش پر از اسکلت و جمجمه است، باعث شده طراحی هنری بازی یکی دیگه از نکات خوبش باشه. اما در کل شادو اف د توم ریدر نه فقط یه بازی کامل نیست، بلکه حتی حس یه بازی جدید هم نداره. این بازی قرار بود آخرین نسخه از سگانه ریبوت این مجموعه باشه، اما این فقط یک کپی پیست ناقص از دو نسخه قبلیه. شادو اف د توم ریدر برای من بدترین تجربه بین سگانه این مجموعه بود. یه بازی کهنه، یه بازی فراموش شدنی. I'm not turning back.